آلبالو پلو خیلی دوست دارم. شکلات. مانگو چیکن. Any Persian restaurant that I go to, that's something. هر رستوران ایرانی که برم فقط همین رو سفارش میدم. از کوچیکی همینطور بودم. آخه من یه طرفم ایرانیه و خانواده‌ام عاشق آشپزی هن. و منم همیشه این غذا رو دوست داشتم چون خیلی شیرین و خوشمزه است. غذای هندی. من عاشق پیتزا. اگه چیپس باشه مثل چیپس شکلات سفید میتونم 100 تاشو بخورم. نارنگی و هندوانه. من میوه دوست دارم با بستنی. دیمسوم. دیمسوم. یه غذای سنتی چینیه که هم میتونه با میگو یا گوشت خوک یا یه سری چیزای دیگه درست بشه. خیلی خوشمزه است. Okay, I like to eat nuts. خب من خیلی آجیل دوست دارم. آجیل. بادوم. بادوم هندی. من آجیل دوست دارم. آره. البته میدونم که برای مغزم خیلی مفیده، ولی خب خوراکی خوشمزه هم هست. پسته. Enjoyable snack. Pistachios. If I could, I mean like 3 times. اگه بشه 3 بار در هفته خیلی خوبه. یا 2 بار هم بشه خوبه. That'd be nice. چرا انقدر می‌خوری که دلت درد بگیره؟ Yeah, probably. Got it. I could eat. Man, میتونم. مثلا اگه تیکش کنم، تیکه اینقدی، میتونم 4 تا تیکه بخورم. من میتونم 3 تاشو بخورم. How much could I eat? چقدر میتونم بخورم؟ میتونم به اندازه بخورم یا اینکه حسابی به خودم برسم. Well, I can eat quite a bit. من میتونم حسابی آجیل بخورم. برای همینم باید جلو خودم رو بگیرم که به اندازه بخورم. ما یه بار که رفتیم بستنی بخریم، هم لیوان بزرگ داشت هم لیوان کوچیک. بابا و مامان آخرش به ما گفتن که آره، اگه میخواین میتونین بستنی بزرگ بگیرین. ما هم هر کدوم یکی گرفتیم. روش سس شکلات بود. فکر میکنم تو هر لیوان 4-5 تا گوله بستنی بود. خب یعنی یه عالمه بستنی بود. برای همین تا چند روز اصلا نمیخواستم بستنی بخورم. ولی من خوردم. میمونه که وقتی همشو تموم کنم. از آن مامانم یه چیزایی به هم میگه، میگه اینقدر هول نزن، غذات فرار نمی کنه. I was like, I can tell when I'm getting sort of overwhelmed with the chocolate, cause من حالم میتونم بفهم که دیگه دارم زیادی شکلات میخورم چون حالت تهوع بهم دست میده. وقتی دیگه جا ندارم. It's only with age that I've realized. کم کم که سنم بالا رفت یاد گرفتم که اگه زیاد بخوری خودتو مریض میکنی. Yeah. آره، واقعا نباید زیاد شکلات بخوریم. چون که زیادیش قبل از خواب خوب نیست. یعنی که اگه قبل از خواب بخوری دل درد میگیره. وقتی زیاد بخوری قبل از خواب وقت نمیذاره بخوابی. Well, that balance of like اعتدال رو اینجوری که چون قرار غذاهای بیشتری بیاد سر میز،
حواسم هست که یه اندازه بخورم که جا داشته باشم، از اون یکی هم بعدش بخورم. اینطوری برای غذای بعدی جا نگه میدارم. وقتی جوان‌تر بودم میتونستم بیشتر بخورم. خب الان که سنم بالاتر رفته فکر میکنم مراعات کردن خیلی مهمه. خب وقتی زیاد بخوری مریض میشه دیگه. وقتی که متوجه شدم بدنم داره تغییر میکنه و سوخت و ساز بدنم عوض شده، خیلی از چیزایی رو که معمولا زیاد میخوردم الان کم کردم. این واقعا درسته، اینکه به قول همه متخصصا همه چی خوبه ولی به اندازش. حالا میخواد دسر مورد علاقت باشه یا کاری که دوست داری یا هر چیزی. یه اندازه که کلمش میشه زیادی. Yeah, it's important to have like اندازه نگه داشتن مهمه، ولی اگه برات خطری نداره یا کسی رو اذیت نمی‌کنه، حالا برای یه روز میشه خیلی مراعات نکرد، ولی خب کلا باید اندازه نگه داشت. And so too much of one thing can lead to زیادی هر چیزی میتونه باعث نامتعادل شدن یه بخش دیگه بشه و این روی اینکه من کی هستم، روی شخصیتم اثر میذاره. I think it just hurts you as a person in whole. فکر میکنم جلوی پخته شدن شخصیت آدمو میگیره. چون اندازه نگه داشتن کمک میکنه رشد کنی، کمک میکنه منظم باشی، بتونی چیزای تازه یاد بگیری. برای همین همیشه باید حواست بهش باشه، چون به رشد تو به عنوان انسان کمک میکنه. مثلا قبلنا اگه کمتر بستنی میخوردم ناراحت میشدم، ولی بابام داره به ما یاد میده چجوری وابسته نباشید. it's getting better. Excess of anything good, even if the thing is زیادی هر چیزی، حتی یه چیز خوب و مفید میتونه مضر باشه. حتی یه غذا اگه به اندازه نباشه میتونه تبدیل به یه حجم بزرگ چربی بشه که باید این ور اون ور ببرم، یا میتونه روحیه‌مو خراب کنه. پس غذا و چیزایی که میخوریم میتونه خیلی روی شکل ارتباط ما با دنیا اطرافمون تاثیر بذاره. کاروشونه نیست. چون تا بتونن مقاومت میکنن و مقاومت میکنن. Yeah, moderation is a challenge. It's in its داشتن اعتدال سخته. از اون چیزایی هم هست که یاد دادنش اصلا راحت نیست. به خصوص که خودت هم خیلی خوب بلدش نباشی. شبا بعد از اینکه بچه‌ها میرن میخوابن، دلم میخواد پامو دراز کنم و کمی کتاب بخونم. گاهیم فقط دراز بکشم و تلویزیون نگاه کنم. ولی همیشه حواسم هست که این کارو به اندازه انجام بدم. اگه نه برای خودم بده، چون فرداش ممکنه احساس خستگی و کمخوابی داشته باشم. ای کاش اینو وقتی جوان‌تر بودم یاد گرفته بودم. I'm trying to teach them what moderation is. من سعی میکنم اینو با رفتارم بهشون نشون بدم. مثلا با کارام، چه کار خونه باشه یا شغلم و مسئولیتی که درباره پدر مادرم و دوستام دارم، سعی کنم که تو همه اینا اندازه نگه دارم. My mother when I was a child, you know. مادرم وقتی که کوچک بودم همیشه حواسش بود که ما کارهای مختلفی که برای رشدمون خوبه هر روز انجام بدیم. اینکه با هم هر روز کتاب بخونیم چون برای فهم و کنجکاویمون خوبه، بریم بیرون و بازی کنیم که بتونیم انرژیمون رو بسوزونیم که خیلی مهم بود، و هم ارزش فعالیت بدنی رو بفهمیم. مراقب بود که حتما سبزیجاتمون رو بخوریم که اهمیت رژیم غذایی خوب و متوجه بشیم. من سعی میکنم روشی رو که مادرم با ما داشته عیناً دنبال کنم. Sometimes you know I'll tell them directly. دونین بعضی وقتا خیلی مستقیم بهشون تذکر میدم، اما بعضی وقتا هم بهشون میگم ببین عزیزم، اگه اون همه کیک رو بخوری ممکنه دل درد بگیری یا
بعضی وقتا میذارم دل درده رو بگیرن و خودشون تجربه کنن. به نظرم این بهترین روش یادگیریه. همیشه میشه بهشون مستقیم تذکر داد، اما اگر اجازه بدیم طبیعت خودش بهشون یاد بده، از هر راهی بهتره. با دیدن نتیجه کارشون یادشون میمونه که متعادل‌تر عمل کنن. The learning comes from reflection and pausing. آره، یادگیری نتیجه مکس و تفکره. با دخترامون، من و شانا، هر وقت یه اتفاق میفته اول یکم مکس میکنیم، بعد باشون در موردش حرف میزنیم، پرسیم خب الان چی شد، چی دیدین، نظرتون چیه، چی میتونیم یاد بگیریم و از این بعد باید چیکار کنیم. این پروسه مشورت و فکر کردن، چه تو جمع باشه چه تکی، خیلی کمک میکنه که بفهمیم چطوری اندازه نگه داریم و اینکه چی به اندازه است و چی زیادیه و چی کافی نیست. چیزی که راجع بهش باشون حرف میزنیم اهمیت رشد بخش‌های مختلف وجودشونه. هر روز باشون دعا میخونیم که کمک کنیم بخش روحانی وجودشون رشد کنه. براشون کتاب میخونیم که به فهم و درکشون کمک کنیم. برای ورزش و فعالیت بدنی از خونه میبریمشون بیرون که سلامت جسمیشون بالا بره. ما باهاشون درباره بخش‌های مختلف وجودشون، رشد بخش‌های مختلف شخصیتشون حرف میزنیم. من وقتی زیادی رو با بچه‌های مدرسه‌ای میگذرونم و کمکشون میکنم که متوجه بشن رفتار تک تکشون چطوری میتونه به بهتر شدن دنیا کمک کنه و بهشون میگم که چطوری میتونن با تواناییاشون، با کاراشون به بهتر شدن وضع دنیا کمک کنن. اگه از بچه‌هام بپرسین میگن نه، میگن مامان برای اون کارات خیلی بیشتر وقت میذاری. On those activities and not a lot on us. Do you think it's important to eat in... به نظرت مهمه که به اندازه بخوریم یا مهم نیست؟ مهم نیستش که زیاد شکلات بخوریم. مهم نیست؟ اه اه. نگران نیستی مریض بشی؟ من قبلنم از زیاد خوردنش مریض شدم. پس مطمئنی که اشکالی نداره؟ Yes.